این داستان شهر بروک و قهرمانانش هست. بروک شهر کوچکی در اتریش در نزدیکی مرز مجارستان و اسلواکی است. در سال 2015 سیل عظیمی از پناهجویان آفریقایی و آسیایی وارد این منطقه شدند و ساکنان این شهر با آغوش باز به استقبال این پناهجویان رفتند. اینا احتیاج داشتن کسی به حرفاشون گوش کنه و ما شنونده‌های خوبی بودیم. ما فقط نیومده بودیم حرف بزنیم، بلکه واقعا اینا حرف می‌زدن. ولی این خوبی داشت که ما تونستیم اینا رو حرکت بدیم که تو به خودت اعتماد داشته باشی. اینا تمام اعتماد به نفس، همه جرأتاشون رو دست داده بودن. در اثر 4-5 ماه تو بیابونا راه می‌رفتن واقعا و از دست داده بودن و فکر میکردن واقعا هیچ کار دیگه نمیتونن. و البته زمان کشید، بعد از نصف سال اینا واقعا به خودشون اومدن و تونستن حالا اون جوهر خودشون رو نشون بدن و اون اتریشیا رو خوشحال میکرد. Viele Menschen, die wir als Asylwerber betreut haben, dann nachdem sie Asyl bekommen haben, sich entschieden haben, in Bruck zu bleiben, obwohl sie in anderen Bundesländern vielleicht größere Wohnungen bekommen hätten, mehr Geld bekommen hätten in der ersten Phase als staatliche Unterstützung als hier. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man permanent Leute antrifft, die eine andere Sprache sprechen, die einen anderen Background haben, wie auch immer. Man muss aber dazu sagen, dass das eine äußerst große Bereicherung für, glaube ich, Österreich, für die Stadt und so weiter ist. Also ich habe in meinem Freundeskreis einen sehr bunt gemischten Freundeskreis. Und ja, also ich würde ihn nicht austauschen wollen in irgendeiner Weise. من میتونم به طور کلی بگم شهر ما یکی از خوششانس‌ترین شهرها بود، شاید چون آدمای خوبی توش اومده بودن، ولی این همه آدم هم نمیتونه اتفاقی باشه. پس شاید سیستم اینجا درست تونست با اینا برخورد بکنه که حتی در سطح کشور جایزه گرفت شهر ما، یعنی به عنوان یه سیستمی که موفق بود و تونست یک اثری رو جلو ببره. Ich war mit meiner Kollegin, mit der Helga, in Brüssel und wir haben dort gemeinsam noch mit dem Josef Nevertal, der ist Fraktionsführer von der SPÖ und Stadtrat, der hat uns auch begleitet, und wir haben dort Bruck präsentiert. Und ich bin dann da am Podium oben gesessen und habe eben über Bruck erzählt und habe die Arbeit in Bruck dargestellt, und das war schon ein sehr, sehr schönes Gefühl. Da sind wirklich von Polen, aus Polen war zum Beispiel Warschau dabei. Ich meine, das ist schon um einiges größer als Bruck. Andere Größenordnung. Es waren zwei große italienische Städte dabei. Wahnsinn. Und es ist dann schon schön, wenn du dann dort sitzt und dich die Nachbarn anschaust. Was, das macht ihr? Also der Vorteil einer Kommune, noch dazu in der Größenordnung von Bruck an der Leitha, ist der, dass man eine sehr hohe Bodenhaftung haben muss. Also, Wenn ich täglich zu Fuß oder mit dem Fahrrad ins Rathaus gefahren oder gegangen bin, habe ich schon 3-4 Begegnungen mit meinen Bürgern gehabt, die mich auch aktiv angesprochen haben oder ich sie angesprochen habe. Das heißt, man erfährt sozusagen täglich, authentisch, bekommt man Rückmeldungen von dem, was man tut oder nicht tut. جا به ما داد شهردارمون، توی مرکز درمانی بود که ما اتاق مخصوص خودمون و سالنمون داشتیم، آشپزخونم داشت، میتونستیم کلاسای درسیمون رو اونجا انجام بدیم و خودش خیلی به بچه‌ها روحیه میداد، چون اینا نه فامیل داشتن، اغلبشون نه هیچی، اونجا میامدن دور هم میشستیم، چای میخوردیم، شیرینی میخوردیم، غذا بعضی وقتا میخوردیم، با هم بودیم، خیلی به اینا روحیه میداد. دیگه وسطای کلاسا اینا زودتر از من میامدن سر کلاس، یعنی منتظر من پشت در وای میستادن.
جالب این مثلا بود که ما جا داشتیم برای این کار. حتی جلسه دعا رو که سوسن جون ذکر کرد، این پیشنهاد ما کردیم که میتونیم همچین برنامه‌ای داشته باشیم، ولی جالب اینجا بود که چون که ما دو تا جلسه در هفته داشتیم، یکی فارسی زبان بود برای ایرانی‌ها و افغانی‌ها و یکی عربی زبان، ولی خودشون پیشنهاد کردن که چرا ما با هم نباشیم، چرا این جلسات دعا با هم نباشه، اشکالی نداره زبون همو نمیفهمیم ولی با هم باشیم. و این خیلی جلسات خوبی بود که این گروه ایرانی ها، افغانی ها، عرب ها با هم بودن. دعاها از چه مسیحیت، چه اسلام، چه بهایی خونده می شد، همه چیز روی میز آماده بود و حتی خودشون می گفتیم اگر علاقه دارید چیزی دعایی از دیانت خودتون بیارید خیلی خوب میشه که با هم بخونیم و گوش بدیم. و خودشون هم داوطلب می شدن، پیدا می کردن، می آوردن. اینی که چیزی نبود که ما آماده تقدیمشون کنیم و اینا فقط بگیرن، یک چیزی بود که واقعا همکاری درش بود. این خیلی برای من جالب بود، یک واقعا چیز قشنگی بود که ببینم. و علاقه‌ای که داشتن که هی بخونن، این نبود که مثلا حالا بعد اینجام بیایم، نه، با علاقه بود، با اشتیاق بود تمام این برنامه. چطوری روز به روز این حالت رو حفظ میکنین که خدمت از همه چی مهمتره؟ چون خیلی آسونه آدم تو زندگی روزمره تمرکز رو از دست بده. مثال خوبی هستی میتونی الان بگی. خیلی سخت این سوالو جواب بده. خب زندگی چون خدمته نمیتونی جواب بده. برای اینکه برای من هیچ موقع این نبوده که من الان این وقتمو بذارم این کار رو انجام بدم. نمیدونم، برای من خیلی سخته این سوالو جواب بدم، برای که اصلا نمیدونم. من یادم میاد که پدر و مادر من همیشه مهاجر بودن، واقعا جایی که نه برق داشت، نه آب داشت، نه اتوبوس داشت، نه مدرسه داشت. واقعا چقدر اذیتمون میکردن واقعا. از بچگی، از کوچولو. آره، میرفتیم اونجاها بودن، مهاجر بودن و ما اونجا بزرگ می شدیم دیگه. به همین خاطر تو همواره می دیدی که موضوع سر خدمته. برای چی این از تهران اومدن اونجا، همه چیزو گذاشتن رفتن تو این دهها، دارن به مردم خدمت می کنن، به مردم درس می دادن، بی سواد بودن، درس می دادن. برایشون واقعا کلاس های خوبی می زاشتن، کلاس آرایش آدمه می زاشتن. یعنی خیلی خدمت می کردن به این مردم. اینه که روح خدمت جزء تربیت. تو این دور زمانه احساس میکنم که همه به خاطر کارشون همه جا میرن، کار از همه چی مهمتره. شما به خاطر خدمت آره. همه جا میرفتید. اون موقع اینطور بود. این خیلی جالب بود و ما از بچگی شاهد این سختیایی که یادم میاد مامانم برق نداشت، بعد میرفتم جوب میشست لباس میشست. و این خیلی برای کسی که از تهران اومده خیلی خیلی عادتهای دیگه داشته و همه چی براش رفاه بوده، خب خیلی سخت بود. ولی تو تماشا میکردی به عنوان بچه خانواده که چه اتفاقهایی داره میفته. و این الان همون که خودت گفتی بختاری، فکر میکنم منم که همه چی در جهت کار و متاسفانه. چطوری ما میتونیم، مثلا من وقتی به فکر بچه نه سالم هستم، چه کار میتونیم بکنیم که باز این مهم بشه که یادشون بندازیم؟ ببین. البته خب خودمون باید نمونه باشیم دیگه. وقتی پدر و مادر عشقشون این حرف هاست، پدر و مادر همش دارن برنامه میریزن کدوم خانواده الان به ما احتیاج داره، اسما رو مینوشتن بچه ها رو، بعد میگفتن خب این خانواده به ما احتیاج داره، این شنبه میریم پیش اونا، اون یک شنبه میریم اینجوری. تو همواره داری میشنوی که اینا صحبت از سینما هم میرفتن، ولی سینما مهم نبود، خدمت مهم بود. و اون بود که بچه رو عادت میداد به عشق به خدمت. و این خودش خیلی مهم بود. زندگی یعنی خدمت.
درست، یعنی هیچ موقع اونطوری فکر نکردم که بخوام مثلا بگم بعد مثلا اوکی پس الان وقتشه که من خدمت کنم. طبق چی میگن، همون نفس کشیدن، همون غذا خوردن، همون خوابیدن، دیگه با این روش بزرگ شدیم، یعنی جزو کارهای روزانه‌مونه، یعنی نمیشه تجزیهش کرد. یکی به من گفت، چون شهر حال منو میدونست که من در یه شهری به نام آذرشهر، مامانم اونجا مهاجر بود، در 50 کیلومتری فکر میکنم شمال تبریز اونجا مهاجر بود و محفل داشتیم ما. اوایل انقلاب این محفل رو از هم پاشیدن و همه خونه بهایی ها رو آتیش دادن و از قضا خونه ما را، یعنی من یک روز بعد از اون از مدرسه اومدم دیدم که ساختمون ما تو آتشه. و جالبه که من یاد یکی از دفترچه‌های خاطراتم بیشتر بودم و 13-14 سالم بود و خیلی نگران اون دفترچه بودم. میگفتم من تمام خاطراتم اون تو نوشتم، چی شد اون دفترچه سوخت؟ هی مامانم به من میگفت بابا ساختمون رفته تو هوا، تو حالا فکر دفترچه. خیلی به من ضربه بدی اون وارد کرده بود، ولی بازم جالب بود که ما تعصب نداشتیم و بغضی نداشتیم. برای من نادانی بود، بنابراین من اینا رو واقعا تو اون سنم هم نادان میدیدم که یه ساختمونی رو آتیش میزنن. تا اینکه وسطای خدمت به پناهجوها یا پناهنده ها دیگه الان شده بودن، من به طور اتفاقی در فیسبوک یه خبر میخونم از آذرشهر که خوشحال باشیم ما آذرشهر رو از شر باهایی ها پاک کردیم. من وقتی این خبر رو خوندم اون موقع یاد اون نادانیام افتادم. فوری فکر کردم من باید جواب این شخص رو بدم، چون من از اون شهر اومده بودم. براش نوشتم عزیز هر که هستی ممنونم که شما اون موقع ما رو خونمون رو آتیش زدین و ما رو بیرون کردین، چون من دارم الان خدمت به هم نوهای تو و هم دینای تو میکنم اینجا. من چه جوری میتونستم در غیر این صورت این کارو بکنم اگه خونه من آتیش نزده بودی؟ خود من نیامده بودم اتریش. به همین دلیل این اتفاقم برای من این وسط ها افتاد که بچه هام اینو خونده بودن، بچه های کلاسم، و از من میپرسیدن شما چطور میشه؟ شما بغض ندارید؟ شما تنفر ندارید؟ من همواره بهش میگفتم که خب اگه من تنفر داشته باشم مجبور میشم همون کارو با اون شخص بکنم، منم باید برم خونه شو آتیش بزنم، منم باید برم کارهای بد، من مجبورم ببخشم. یاد گرفتم از بچگی برای اینکه اذیت میکردن و یاد گرفتم که ببخشم دیگه، ولی بخششم دلیل نمیشه که من باهوشتر نشده باشم، احتیاطم رو بیشتر نکرده باشم. به همین دلیل اینو با خدمت آغشته کردم، چه بسا احتیاط من بیشتر بود، ولی سعی کردم بدون تعصب، بدون بغض و کینه این خدمت رو اینجا انجام بدم. اینم البته خودش چالشه، یعنی این خودش سخته که شما یاد دورای بچگیت میفتی که زیباترین خونت رو آتیش بزنن جلو چشمت و همون شهر بنویسه خوشحالم شما رفتی و تو الان داری به همون مردم کمک میکنی. خیلی خیلی هم جالب بود در عین حال، ولی اونطوری که گفتم من اصلا جنبه غمش رو میذارم و فراموش کردم. واقعا بیشتر سعی میکنم از جنبه های خدمتیش و لذتش بیشتر این مسئله رو ببینم.